با کامپیوتر کاری داشتیم بابا، 2 دقیقه دیگه کارم تمام میشه، زود بلند میشم. اگه درساتو کار میکنی اب نداره، من بعدن کار میکنم. نه، داشتم پانسیونا رو نگاه میکردم. بابا بذار من برم، حسابی میگردم، این بار یه جای خوب پیدا میکنم، شما بیاین به من سر بزنید. خب اینجا دیگه بیشتر از این نمیتونم بمونم. وقتی گفتم نمیام عصبانی شدی. من میدونستم اینطوری میشه. ما هم همه چی رو میدونستیم، همه چی رو به جون خریدیم. سعی خودم رو کردم اما نشد. دیگه بیشتر از این نمیخوام آرامش شما رو به هم بزنم، میرم. هرچی که هست همه با هم تحمل میکنیم، اگه به آرامش برسیم با هم میرسیم. بعد از این همه ماجرا هیچکی توقع نداره که اینجا فوراً به گلستان تبدیل بشه، اما مجبوریم یه مدت این وضع رو تحمل کنیم. به اندازه کافی تاوان ندونم کاری رو پس دادیم، باید کم کم فراموش کنیم، لازمه کنار هم باشیم. برای رسیدن به چیزی که میخواییم تلاش لازمه. تو نامت به من چه قولی داده بودی؟ گفته بودی میخوام پاشم رو پای خودم وایسم، درسته؟ گفته بودی باید بتونم. منم بازم دستمو به سمتت دراز میکنم، میگم واسا بگیر، اینجوری سرپا بلند شو. اگه الان تو این کارو بکنی نمیتونم روی عفت حساب کنم. حالا بریم. قهوه درست کنم؟ نه متشکرم. من بالا مگه کارم داشتین صدام کنی. خونه‌ش چه رنگی کنه؟ خودت بگو. پس چرا بر نمی‌داری؟ یه نفره که نمی‌خوام باهاش حرف بزنم. باشین بریم بیرون یه غذای خوشمزه بخوریم. شما پدر و دختر برین، من یه سری کار دارم که باید انجام بدم. من میخوام هممون با هم بریم. یامور جون پاشو دستاتو بشور دخترم. واسه این که دل منو به دست بیاری؟ فکر میکنی انقدر درموندم که ندونم این کارا رو برای چی میکنی؟ نمیخوام در حقت کوتاهی کنم، همش همینه. حق خودم و توقعاتمو خیلی خوب میدونم جان، و اینکه چه جوری بدون دخالت کسی مشکلاتمو حل کنم. با این کارات منو میرنجونی. متاسفم که از پیشنهاد من این برداشت کردی. من میگم که یه تجدید نظری در مورد طلاق بکنیم.
یامور جون، دستاتو شستی؟ بله. بیا اتاقتو با هم مرتب کنیم. باشه. وای تازگی دیگه چشمام حسابی ضعیف شده. باید یه دکتر برم. کل روزو داری با سوزن چاه میکنی، مگه آسونه؟ آره دیگه، سنم هم رفته بالا، روی چشمام اثر گذاشته دیگه. حالا تو هم مگه چند سالته؟ چی شد؟ یه چیزی میخوام بگم اما نخندی ها. اصلا من حال خندیدن دارم، بگو. این احمد آقا دیوونه شده. چطور مگه؟ نگاه های معنی دار، تلفن ها و این چیزا، همش میخواد از زیر زبون من حرف بکشه. خدا بگم چی کارش کنه. میگه میخوام ببینم اتون، یه چیزی بهتون بگم. نکنه میخواد بهت پیشنهاد ازدواج بده. چی میدونم والا. اگه همچین چیزی بگه قبول میکنی؟ نه جونم، همچین چیزی نمیشه. صدف تو خونه است، من چجوری شوهر کنم؟ زشته، میخندن به آدم. دختر جوون تو خونه دارم، نمیشه. نمیشه از حالا نظر داد، مشخص نمیشه که قسمت. تو رو خدا عصبانی نشیا، یه چیزی به ذهنم رسید به اون میخندم. تا دیگه قسمتت معلومه، دست راست تو بذار رو سر دخترای من، بخت اونام باز بشه. اگه نه که به خدا یه درخت آرزو پیدا میکنم دخیل میبندم. یه چیزی تو سرم هست اما نمیدونم باور میکنی یا نه. مادر خدا بیا مرزم واسه من انجام داده بود، خیلی زود نامزد کردم، در عرض 2 ماه هم ازدواج کردم. خب بگو منم انجامش میدم. ببین، یه روسری یا کمربند دخترها رو میگیری، یه تیکم تناب که نه زیاد بلند باشه نه کوتاه، اگه بلند باشه کار طول میکشه. خب تناب رو یه گره میزنی، بعدش به محض اینکه از اون صبح گفتن اونا رو از یه جای بلند میتکونی، گره تنابم باز میکنی، بعد هر چی که تو دلت هست و دعا میکنی. همیشه دعا میکنم، همیشه. اگه میخوای چیزی درست بشه باید بخوای. یه مسئله هست که میگن به هر چی فکر میکنی اونو به سمت خودت میکشی، یه همچین چیزی دیگه. اصلا کار سختی نیست، حتما این کارو میکنم. خیلی طول نمیکشه که نتیجهشو میبینی ایشالله. ایشالله، ای خدا ایشالله. چی شدی مامان جون؟ با عدد فرایی که این خانم دارن خیلی نچسبید، ولی از گرسنگی بهتره، خدا رو شکر. دست در نکنه فکرت. نوش جونت. منم سیر شدم. اونم تموم کن، هرچقدر تو بشقابت برنج بمونه همونقدر بچه دار میشی. مامان این چیزه چیه میگی به بچه؟ تو هم تمومش کن اونو. بابا ایمی از جناق بشکنیم؟ بشکنیم. منم میخوام بشکنم. یکی از بابا اول خودم گفتم. باشه باشه، ستایی میشکنی. من چی؟ باشه تو هم بشکن، فکرت تو هم همینطور. گروهی میشیم، دختره با دخترم. من اما این تو یه گروه نمیشم. مگه تو هم بازی میکنی؟ اوه کی، من حواسم از همه تون جمعتره، حالا ببینی کی میبره. اینطوری که آدم قاطی میکنه. پس هر کی جای خودش بازی کنه، اینطوری بهتره. باشه، پس حله دیگه. حله حله. سر چی؟ نمیدونم. بقیه برای هر کس که برنده شد یک کادوی کوچیک میخرن. من گوشواره میخوام، از الان سفارششو بده. خب هر کی خودشو خیلی قبول داره بیاد وسط. بیا فکرت. بشکنیم یا نشکنیم خانم؟ بشکنیم، زیرنگ ترینه برنده بشه. بشه. دیگه بزرگش دست کی موند؟ دست منه. ببین. نه جونم، دست منه. باور نمی کنی بگی اندازه بگی. فرمون باختی. نه خیلی نمی حسابه. چرا حسابه؟
مامان گناه داره، هنوز یه دقیقه هم نگذشته. حالا مگه چیه پسرم؟ 5 دقیقه این ور اون ور فرقی نداره، همه تونو میبرم. دنیز جون پاشو جمع کنی، تو اینو بردار، من بشقابا رو جمع میکنم. یادم. ای این کلکا قدیمیه، مطمئنم خودم میبرم، حالا میبینید. از دست شما. من با همه تون قرارم. ترس بابا منم؟ فکر کردم هیشکی نیست، داشتی کار میکردی، چرا اومدی بالا؟ نجلا میخواست به دوستش ایمیل بزنه، گفتم یه استراحتی بکنم، سردم شد گفتم یه چیزی بپوشم. کار خوبی کردی عزیزم. اینا چیه دستت؟ هیچی، دارم خونه رو جمع جور میکنم. سلام. خوش اومدی. خیلی ممنون. لطفاً. لیلا کی اومدی دخترم؟ الان. ماها چقدر خوشگل شده. آره خودمون خوشم اومد. ببینم فرخنده با شاکت رفته. آره آره. برو دخترم، برو دستاتو بشور، بیا کمک کن شما آماده. چشم. کنیم. خیریه؟ زنگ بزن به شاکت بگو برای شام خونه باشن. امشب میخوام همه رو سر میز ببینم، همه ی خانواده دور هم یه شام خوشمزه بخوریم. چی شده خیریه؟ با هیچ چیز نمی میزنم عزیزم. آها اگه گذاشتی یه جا بمونه سرم گیج رفت. وردار ببینه. یادم. باجون تو دیگه باختی جون ندارم چیچی. باشه ولی بازم یادمه. نگاش کنا، تحسین یه چیزی بهش بگو دیگه. دنیز دخترم عصبانی میشم. بفرما. یادمه. دنیز جون معلومه که یادمه. پیش پیش بگم یادمه. از قبل نمیشه بگین، بعد اینکه گرفتین باید بگین. نه بابا یادمه. ای دنیز یک کاری نکن بلنشم لهت کنم. دنیز کافیه، بده اونو به من، بده ببینه. یادم فراموش. دنیز چجوری برنده شدم؟ من بردم. خیلی ماهرانه بود، قبول کن. آخی خدا رو شکتم باختی، حریف ناشی موند واسه خودم.
این چیه دادی انگار شوره؟ نکنی میخوای فشارم بره بالا؟ بگی بابا بگی، اینو زود باش. یادم اینه فکرت جون. لطفا احترام همدیگر رو نگه داریم. برو چشم حضرت والا. باورم نمیشه بعد قرنی گفتیم یه شب بریم بیرون غذا بخوریم، راحت ما نمیذارن. هرس نخور، تو هم که بلد نیستی یه کلمه بگی ما نمیاییم. چی میگفتم فرخونده؟ بگم من امروز تو قمار 2000 لیر برنده شدم، داریم میریم با زنم جشن بگیری؟ میخوای اینو بگم؟ نمیتونم باور کنم چجوری اون پولو از دست دادی؟ الان باید با 10000 تا برمیگشتی. شانس دیگه فرخونده. شانس چیه؟ با ترس و لرز بازی میکنی، خب اونا فهمیدن دیگه، دست تو میخونن. پولا رفت، اگه از سر میز بلندت نمیکردم این 2000 تا رو میباختی. خیلی خب هیچ نگو، الان میشنوم. داداشم اینا اومده. علی رضا اومده. شنیدم خیریه. خوش اومدی. او چه خوشگل شدی. بازم بحثتون شد؟ نه چیزی رو از دست ندادی. شبتون بخیر. شبتون بخیر بچه. شب بخیر. ایشالا که دیر نکردی. نه نه، برین دستاتون رو بشورین بیاین شام بخوریم. نمیفهمم چه با عجله، این شام معنی خاصی داره؟ بله، از امشب به بعد دوباره همه خانواده سر سفره با هم غذا میخوریم. خیلی خوشحال شدم. آشه ناجیلا بیا سر سفره دخترم. ناجیلا اومدم بابا جون. خب بفرمین بشینین. دستمو بشورم الان میام. منم برم غذا رو بیارم. عایشه بشین دخترم. بعدش کشتی اومد، با هم سوار شدیم. وای باید میدیدی فرخونده چیا میگفت. همش به من تیکه میندازه، همش نیش میزنه. اصلا به روی خودم نیاوردم، بیشتر حرسش گرفت. بیچاره شوکت، دلم واسش سوخت. فرخونده میگفت اون خجالت میکشید. مامان ها او خودت اینجایی اما انگار فکرت یه جای دیگه است. چی چی؟ دارم واسه داستان تعریف میکنم اما حواست پیش قهوه چیه؟ صدف لطفاً از این شوخی‌ها نکن دخترم، ناراحت میشم. من فکر حساب کتابم هم اون وقت دنبال مسخره بازی؟ بشین من جواب میدم. الو نایه سلام، چه خبر دختر؟ سلامتی عمه جون، شما چه خبر؟ چه خبر میخوای باشه، با این دنیا سر میکنی. چرا؟ نکنه چیزی شده عمه؟ نه مثل همیشه هیچ اتفاقی نیفتاده. دلم گرفت انقدر به صورتهای بیحال نگاه کردم گفتم صداتو بشنوم. بچه ها چطورن؟ تحسین، فکرت همه خوبن؟ فکرتو میخوای؟ صبر کن گوشیو بدم بهش. متوجه نشدم. یه باد کار داره. نه بابا عمه کاریش ندارم. پشیمون شدم که زنگ زدم. بیگی بیگی بابا. دنیز جون گوشیو به هم میدی کانوام در میره. فراموش. مامان بزرگ. الو فکرت چی شده؟ نفهمیدم که هیاهو قیامت. الو الو آبجی نگه. وای فکرت چی شده؟ هیچی، با بچه ها بازی میکنیم. وای ترسیدم به خدا، داد و فریاد شنیدم ترسیدم. نه ترس، هممون خوبیم، شما چطورین؟ خدا رو شکر. باشه مزاحمت نمیشم، فردا صحبت میکنیم. شب بخیر. شب تو هم بخیر عزیزم. ای خدا
بازی میکردن. خوبه که حالشون خوبه. مگه اشکالی داره؟ نمیدونم. هرچی. ایشالله همیشه خوش باشن. ناراحت نشد دنیز، بازیه دیگه. نباید این کار با من میکردی فکرت جون. دلم خونک شد. دیدی با چی کار کرد؟ دیدی چی جوری قربونیت کرد؟ نگران نباش، خودم انتقام تو میگیرم. موندی من و تو. بیا ببینم این گوی و این میدون. من رقیب تو، تو رقیب من. راستش از الان باخته. فرخنده ماست و میدی دخترم. البته. میخوای عزیزم؟ نه متشکرم. شاکه؟ منم نمیخوام. تو چی دخترم؟ آره میخورم ماما جون، مرسی. بگیر عزیزم. چون نزدیکت بود ازت نپرسید. خب شوکت، امروز چطور بود؟ خوب بود. تازگی ها با یامان خان خیلی قرار مدار میذارین. از تو خونه موندن خلاص شدیم مگه بده؟ یامان خان با آدم های مهم میاشناست، به لطف اون ما هم با اونه آشنا میشیم. جانم اونجا بود؟ منظورم آقای جان و خانومشه، اونا هم اومده بودن؟ نه، همه مجردی بودن، فقط ما با هم بودیم. میدونین قرار بر این بود که فقط مردا برن، ما نمیدونستیم. منم خیلی پشیمون شدم که چرا رفتم. تو جمع مردونشون معذب شده بودم. آیشه چرا ساکتی دخترم؟ بی شما گوش میکنم. آفرین، آدم باید مثل حرف زدن گوش کردنم یاد بگیره. به همین خاطر این سفره خیلی مهمه، فهمیدی دخترم؟ تمام خانواده دور همیم و با هم حرف میزنیم، گوش میکنیم، سعی میکنیم همدیگر رو بفهمیم، درسته؟ بله. آدم اگه صدای اطرافش رو نشنوه، فقط صدای خودش رو میشنوه. اون صدا هم همیشه چیزای درستی نمیگه. برای همینم گوش کردن و فهمیدن خیلی خوبه. اما انگار همین الانم هم هیچ کس به ما گوش نمیده. من گوش میکنم بابایی. منم همینطور. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. میخوای بخوابی؟ دیر شده. فکرت بله جواهر خانم. چیزه، کمرم درد میکنه. این دوا رو تو کمد پیدا کردم. ببین رو کاغذش چی نوشته واسه کمر درد خوبه یا نه. یادم. راستش این داروی معده است، برای کمرتون فایده ای نداره. راست میگی. تحسین، میخوای بخوابی؟ بله مامان. شب بخیر. شب بخیر. تو که نبودی اینجا میخوابید. چی کار کردی که هنوز نیومده از اتاقت فرار میکنه؟ خدا میدونه. شبتون بخیر. ای بابا کی این موقع شب؟ خیر باشه ایشالله. الو. شب بخیر سرکار خانم. شب بخیر. میدونم دیر وقته، باید ببخشید که این موقع شب مزاحمتون میشم، اما
یه مسئله مهمی رو باید بهتون بگم. بفرمایید. خانم عزیز میشه محبت کنین یه وقتی بذارین فردا با هم صحبت کنین؟ در چه موردی؟ تلفنی نمیشه گفت، باید رو در رو صحبت کنیم. اما باور کنید که خیلی مهمه. باشه، صبح که میخوام برم بازار سر را میام قهوه خونه. نه 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 نه، قهوه خونه نمیشه. اگه میشه بریم یه کافه، اصلا میریم لب ساحل یه جای خیلی قشنگ میشینیم، ممکنه؟ باشه، فردا صبح صحبت میکنیم. شبتون بخیر. شب بخیر مگر خانم. خدا من امشب دیگه خواب ندارم. این وقت شب کی بود؟ ای بابا، بازم عمه جواهر. چیه؟ میخواد قرار بذاره؟ صدف. شب بخیر. میتونم بیام تو؟ بیرون خوابم نمیبره آیا؟ جای من اینجاست. چی شده؟ فکر کردم صدای لیلا اومد. هر لحظه انگار رو تیغم به خدا. قسمتشون بشه یکی پیداش ازدواج کنن. اونا برن سر خونه زندگیشون، ما هم به آرامش برسیم. آخه این چه حرفی خیریه؟ خیلی خوب، بخواب. تو نمیخوای دست از این حرفا برداری؟ هی تکرارش میکنی. نکن تو رو خدا، این حرفا رو تو سر بچه ها نکن. صبر کن اول خودشونو پیدا کنن. اول باید به خودشون بیان. هر دوشون تو زندگیشون سردرگمن، زخمشون تازه است. بذار بهتر بشن، اول با زندگی آشتی کنن، بعد اونجوری که دلشون میخواد راهشونو پیدا میکنن. حالا اگه یه خواستگار خوب پیدا شد چی؟ خیریه. خواهش میکنم دیگه در این مورد با من حرف نزن، با بچه هم همینطور. دیگه نشنوم چیزی بگه. خیلی خب بابا، باشه، خوب بخوابی. هرگز. باشه؟ وای، گفتم باشه دیگه.
فکر نکنم شب نشستی سر میزشان بخشیده شدی، چون دلم برات سوخت اینجایی. به خاطر آرامش بابام سر اون میز نشستی. فکرای دیگه ای نکن، هیچی تو زندگیمون مثل قبل نمیشه. چی شده؟ رفتم پایین آب بخورم، یخ زدم. خیلی سردم شد علی رضا. یکم پول گذاشتم تو کیفاتون. ها؟ از بوفه آب میوه بخری. اوه، عادتای بد خودش برامون کم بود، یاد بچه هام میده. جواهر خانم، خواهش میکنم، این مسئله پول داره منو ناراحت میکنه. میبینیش دیگه چجوری جیغ و داد میکنه سر صبح. فکرت حالت خوبه؟ خوبه خوبه، هیچیش نیست، باز از دنده چپ پا شده. سوالی که از من میپرسه رو چرا شما جواب میدین؟ خدا به خیر بگذرونه، تحسین پسرم یه چیزی بهش بگو. ای نگاش کن زبونش چجوری بند اومد، چیز خورش کردی پسرمو که اینجوری جلو تو زبونش بست است. ها مامان، تو فقط زورت به من برسه. مامان لطفا سر صبحی اوقات تلخی درست نکن. پسرم، تا وقتی این نبود مگه ما مشکلی هم داشتیم با هم؟ راحت شده بودیم از دستش، باز اومد ریخ پاشید همه این خونه رو به هم ریخ، جون خودم. فکرت چی کار میکنی؟ باشه جواهر خانم، همونی میشه که شما دلتون میخواد، همه چی تموم شد، من میرم. تحسین فراموش.
باش. تو بودی برنده شدی. ایوه خود فکرت بودی. میتونم انگشترمو پس بگیرم؟ بچه ها پاشین، دیرتون میشه. خیلی خندیدم. منم پاشین. تو به کارت برس فکرت جون، ما خودمون میریم. خداحافظ مام بزرگ جونم. برید برید نبینم اتون. تحسین چی شده؟ انگشترتو در آوردی. من فقط به خاطر بازی. انگشترت بازی چه نیست فکرت؟ درسته، ولی من فقط داشتم نقش بازی میکردم. راستش یه هایی پیش اومد، من فکر کردم خودت فهمیدی. قصد بدی نداشتم. خیلی ترسوندیم. معذرت میخوام. این انگشتر رو هیچ وقت از انگشتت در نیار. هرگز. حتی برای بازی. میترسم تو رو از دست بدم فکرت. خودت میدونی. منو نترسون.